سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمنداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به تحولات رایج و کنونی در ایران و منطقه. درود بر شما تغییر روزبه گرام. منم همینطور به خودت و بینندگان شنوندگان عزیز سلام دارم. روند سرکوب و طالبانیزه کردن در واقع حکومت اسلامی با شدت بسیار بسیار بالایی در جریان، از فشارها بر نوع آموزش و کتابخوانی و درس تا انتخاب معلمان در شرایط اعتراضات گسترده فرهنگیان ایران، از ممنوعیت‌های بسیار گسترده علیه زنان و فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی اونها، تا انتخاب پوشش‌هایی که برای کارمندان زن در برخی از مناطق و محل‌های کار در نظر گرفته میشه، تا سرکوب وحشتناک جنبش‌های اجتماعی و زندانی کردن بسیاری از فعالان معلمان و کارگران در دوره کنونی، دوره‌ای رو به جلوی صحنه میاره که پاسخ تفنگ در مقابل قلم، در مقابل همگان در واقع خودش رو نشون میده. تا حد زیادی در این حال ما شاهد یک سلاخی بسیار بسیار وحشتناک سفره‌های مردم هستیم و تعرض بسیار خشونت آمیزی که علیه زندگی بسیاری از مردمان ایران هست، علارغم به اصطلاح افزایش 57% دستمزدها، بسیاری از ارگانهای دولتی و بخشهای مختلف اقتصادی دولتی، خصوصی، عمومی، هر کدومشون اونها در واقع از اجرای افزایش 57% در واقع خودداری کردند و این باعث اعتصابات گسترده است، همچون اعتصاب رانندگان بی‌آر‌تی تهران، اعتصاب و اعتراضات معلمان و اعتراضات کارگری که تا حد زیادی کشور ما رو در واقع در مقابل یک موقعیت ویژه قرار داده. ویژگی این خصوصاً از یک جانبه هست که ما شاهد گسترده ترین اعتراضات و اعتراضات مطالباتی کارگران و فرهنگیان ایران بودیم در سال گذشته و امسال هم همچنان با اون اعتراضات و اینک با تشدید وحشتناک سرکوب ها و دستگیری بسیاری از فعالان، ضبط تلفن‌های همراه، بستن اینترنت، فشارهای بسیار زیاد بر خانواده‌ها که محدود کنن بچه‌هاشون رو، و مسائلی که تا حد زیادی ما رو واکنش‌های حکومتی رو مثل واکنش‌های دهه 60 حکومت اسلامی در مقابل جنبش‌های اپوزیسیونی در اون موقع میندازه، این بار با جنبش های اجتماعی. شما چگونه میبینین این موقعیت کنونی رو؟ چون بسیار همگان از یک بنبست در همه زمین ها صحبت میکنن، بنبست در راحل های اقتصادی، بنبست در راحل های سیاسی، بنبست در روابط بین المللی و تشدید اختلافاتی که در میان بالایی ها در حال شکفتنه. شما چگونه می‌بینید موقعیت کنونی رو؟ ببینید، اگر ما از منظر بیرون از سیستم نگاه بکنیم، از جامعه، از اپوزیسیون، از نیروهای به هر حال بیرون رژیم، کاملا یک نگاه دیگه هست و بنبست‌ها بسیار روشن هست، محسوس هست و وخامت اوضاع هم هر روز بالاتر میره. ولی از منظر رژیم وقتی نگاه کنیم، چون به هر حال جامعه هست و رژیم، اینا با هم کشاکش دارن و هر کدوم نقش آفرینی خودشون میکنن،
و هرچی هم به اصطلاح بیرون خواهد اومد، نتیجه بعدی همونطور که تا حالا بوده، نتیجه کشاکش اینها خواهد بود، درگیری، جنگ، نبردشون، تاثیرگذاریشون و توازن قوایی که به هر حال شکل خواهد گرفت. ولی اون چیزی که رژیم، سیستم به اصطلاح حاکمیت، این هسته سفت در رأسش خود خامنه‌ای دارن انجام میدن، در واقع اینو اگه در متن یک به اصطلاح حرکت پارادایمیک، حرکتی که کل روند این نظامی که مؤسس شد تا حالا حرکت کرده قرار ندیم، معناهای خودشو پیدا نمی کنیم. معنای اینا اینه که طالبانیزی شدن مثلا به عنوان یه تیتری گفته میشه که رژیم داره به این سمت میره، که واقعیتیه، ما داریم میبینیم هر روز. در واقع حکومت اسلامی بعد از این همه مدتی که حرکت کرده و جامعه و خودشو به اینجا رسونده، با این جنابندی ها، درگیری ها، مسائل و همه چیزی که آفریده، الان یه خیزی برداشته، یه خیز که این لقمه ای رو که قبلا میخواست برداره در گلوش گیر کرده بود، الان قورت بده. و اون چه هست؟ اون عبارت از اینه که اینو خامنه‌ای و دستگاه فکریش کاملا توریزه کردن، بر مبنای اینها دارن حرکت میکنن. یعنی گام دوم هم برنامه عملی همین راهبردی است که الان میخوام اشاره بکنم که هست. فقط زیر ذره‌بین باید قرار داد تا یه مقدار معنای تحولاتی که رژیم داره میکنه قابل درک بشه، و به همون اندازه میشه در مقابلش کنشگری های سنجیده و به اصطلاح آگاهانه تر انجام داد. یکیش مسئله اینه که ما باید دولت اسلامی تشکیل بدیم. یعنی تا حالا ما دولت اسلامی تشکیل ندادیم. گویا این جمهوری اسلامی تا حالا اخ بوده، بیگانگان بودن، نیروهای به اصطلاح خیلی دشمنان نامرئی که از آسمان ها اومده بودن حکومت کردن، و همین دلیل اونا رو همه رو میذاره کنار و میگه که من میخوام یک دولت اسلامی تشکیل بدم، دولت واقعی اسلامی که تا حالا نبوده از نظر اینها. یکی جامعه اسلامی میخوام تشکیل بدم که موفق نشد. البته علت عدم موفقیت به خاطر همین ناخالصی ها، ناخودی ها و گرایش های مختلفی که خودش به برکت اونها از قضا مونده تا حالا میدونه، به همون دلیل اونا رو سعی میکنه دفع کنه، اونا رو حتی براش مرونده درست کنه، همون متحدین و خادمین تاکنونی رو، و بعد یک بساطی رو بچینه خالص‌تر که بتونه این به اینجا رانده شد حکومت و تمدن اسلامی. یعنی همین کارهایی که تو منطقه میکنه، تا هرجو میکنه، موشک پراکنی میکنه، همین جنگی که مثلا با اسرائیل رو انداخته به عنوان دشمن خودش و هویت اصلی خودش برساخت میکنه، حضورشو در منطقه و نفوذشو میخواد باز تولید کنه، بسازه، تقویت کنه حول این. این میبینیم این تمام جهات، یا مثلا در مقابل همین بحرانهای هستی، یا مثلا دشمنی با آمریکا، با بعضی از دولت‌ها، از این منظر صورت میگیره، نه اینکه اینا چه هستن چه نیستن در واقعیت اینی. یعنی این هویتی که میخواد برساخته بشه احتیاج داره به یک مهمیزها، نیروها، ولی خودش اراده لازم از درون نداره، به خاطر اینکه وارفته، شکافها، جامعه دور شده، همه چیز، عناصر تکوینی که میتونست اینو به شکل بساط درون جامعه به عنوان یک نیروی امروزی ساخت بهش بده، این وجود نداره. به همین دلیل در این شرایط که اینها فرا افکنه میشه، دیگه وجود ندارن، اینها متوسل میشن به یک سری حرکت های اینطوری. از جمله یکی از این مسیح ها مسئله جهاد تبیینه که مدتی پیش خامنه اینو برجسته کرده. اینا همیشه جهاد بوده، ولی جهاد تبیین معنیش اینه که دفاع هم نیست، واجب بر هر کسی بر مبنای منطق شرعی اینها که وارد این جهاد بشه، اگه نشه خودش جز دشمنان هست، بنابر اون قانون حکمی که شرع به اینا میگه، و اینا از اونا دارن تغذیه میکنن و به این شکل دارن سیاست وارد کردن و ازش استفاده میکنن. پس برای این جهاد تبیینی که خامنه‌ای گفته، خودش یکی از این متن‌هاست، یکی از این نقشه های این دوره انتقالی، همین استراتژی تاکتیکی که گفتم میخواد شکل بده، لغمه‌ای که قبلا در گلوش مونده بود دوره احمدنژاد مخصوصا، اینو به اصطلاح از نو قورت بده. این حیاتش به اینه. با توجه به اینکه جهاد تبیین یکی از محورهاشه، ببینیم اینها
خودش در مؤلفه های مختلفی همین امروز در جامعهمون داره برجسته میشه. همه اینا در اجزایش در گذشته بودن، ولی فرض برای رژیم اینه که اونا خوب قاطع نبودن، به قدر کافی نیرومند نبودن، حالا باید ساخته بشه. یکی از مسائلش همین مسائل جهاد تبیین حجابه. میبینیم که اومدن همین تشکیلات حجابشون و مسئله این گشت ها و غیره رو تبدیل کردن به ستاد، به لشکریان، به استراتژی تاکتیک و به شکل متمرکز با بودجه های لازم، همون بودجه هایی که صرف اونها میشه ولی باید سرریز بشه بحرانش به مردم در همین قیمت ها، حذف ها، اینا خب اینجا باید به کار گرفته بشه و میگیرن به کار. خب این حجاب الان شروع کردن، گفتن تاکتیک هم داریم، استراتژی داریم. درست مثل طالبان که مثلا همین تلویزیون که الان شروع کرده مثلا در مورد زنان که صورتشون کاملا بپوشونن، فقط چشم و پیشانی فعلا مجازه. خب اینم حالا یه فضاهایی است که داده شده، بعدا اینم بگیرن بعد کل صورت. ولی الان تا همینجا پیش رفتن. اینا هم الان گفتن ما از کار حجاب که به مسئله بزرگی بحران هویتی است، همونطور که در بیرون اسرائیل و مسئله هویتی ساخته برای خودش دشمن، در داخل هم معادله اینو میتونیم بگیم حجاب، که تمام اینها مثل اینکه اسفند رو آتش داره جزوز میکنن که زنان ما دارن به باد میرن، و چون فکر میکنن که زنان به باد برن، جامعه، جوانان، همه نسل، همه چی، اون جمعیت فلان روش، همه اینا به باد خواهد رفت، اینو تبدیل کردن به مسئله اصلیشون، اونم بعد از این همه راهپیمایی شکست‌های قبلی. این همه چیزی که میخواستن انجام بدن ولی تحمیل شده به خودشون الان، همین نوع حجاب کنها میخواستن و نوع حجابی که جامعه داره، نرمی که جامعه تحمیل کرده، مقاومت جنبش زنان، مخصوصا نسلهای جدید، زنان، دختران، اینا رو تحمیل کردن، حالا میخواه اینا رو باز پس بگیرن. بعد چون زندگیشون، هویتشون به اینه، چون از اسلام دیگه چیزی نمونده، همین نمادها رو بعد بهش مثلا متمرکز شدن، دخیل ببندن. در این رابطه اومدن مثلا کارمندان رو که میدونن که اینا شاغل هستن، گیرن، گرفتارن، فقر هست، بچه، خانواده، شوهر، همسر اگه کار نکنن اصلا زندگی نمیچرخه، همه اینها رو که میدونن و بعد میدونن که چقدر بیکاری زیاده، اونجا صف دراز بیکاری و هر لحظه اینها نگران اینن که خب اینا رو بیرون کنن، اونها رو مثلا جایگزین کنن، نیروهایی از خودشون و دیگران. خب این واقعیت زندگی رو میبینن خودشون، بعدم نان و زندگی و همه اینا دستشون خورده. درست بعد از انقلاب همین کار رو در یک سطح دیگه شروع کردن، در مورد حجاب زنان از گفتن از دولت شروع میکنه، ولی حالا در یک سطح دیگه انگار که تاریخ تکرار میشه به شکل کمیک در ابعاد جدید داره اتفاق میفته. الان به زنان اینا شدیدن رو کارمندا فشار آوردن و برنامه ریزی کردن که باید این نرم این طالبان دقیقا همزمان و تقارنش هم جالبه، یعنی طالبانیزه شدن به معنی عینی خودش داره متحقق میشه جلو چشمان همه، که اینها باید این نرم ها رو اجرا کنن و بعد از زن باید شروع کنن که تا بچه، تا خانواده، تا تولید، تا جمعیت، تا همه چیز ما بتونیم حل بکنیم از نظر اینها، چون منبع تمام فسادها اونجا برمیگرده از نظر اینها. پس بنابراین یکی از این وجوه جهاد تبیین که خامنه‌ای گفته مهمه و همه بعد حکم دیگه جهاده، وقتی رهبری جهاد میده همه بعد اجرا کنن، شمشیر بزنن بجنگن، این هم حوزه جنگ جهاد تبیین. این واژه ها همینطوری تصادفی انتخاب نشده، برای خودشون بار خودشو داره، معنای خودشو داره و وجوب خودشو داره، واجبه. پس بنابراین این یک مسئله. در مورد جمعیت فاجعه دیگه بزرگیشون اینه که همین مؤلفه دیگه شکست بزرگی خامنه اخیراً اومد گفتش، که قبلا هم گفته بودیم بزرگترین هولناک‌ترین خطری است که ابرچالشه، یعنی طرفداران رژیم، اونایی که به هر حال دنبال این حرفا هستن، تحت عنوان ابرچالش که جامعه ما چگونه. خب این به این معناست که جامعه ما هم یه واکنش نشون داده. رژیم می‌خواسته تولید مثل و اوائل انقلاب خب تولیدمه به 3.9% رسید و هر خانواده 6-4 تا بچه داشته تولید. اون موقع خودشون دیدن نمیتونن، شتاب خیلی زیاده، در جهان اول بود. جالب اینه که اون موقع که جزو اولها بوده، الان ایران رکورد
تنزل نرخ جمعیت، یعنی نرخ جایگزین، نرخ باروری جایگزین در جهان از نظر نزولا شدتش در این سه دهه در رأس تمام جهان قرار گرفته. ببین این نسبت های که اون ور اونطور افراطی، این ور اینطور افراطی، جامعه در حالت طبیعی نیست، در یه حالت کشاکش واکنش ها و شرایط اینا، و الان رسیده به 1.2 بر مبنای میانگین نرخ. بعضی شهرها میگن 6% مناطق، که اصلا از تمام دنیا از این 6% حالا منطقه، نه همه جا، یک جاهایی از باز از مناطق ایران 1% میانگین، 1.2%، در حالی که نرخ میانگین اگر بخواد همین جمعیت حفظ بشه باید 2.1 باشه با معیارهای شاخصهای جهانی، که این به سرعت اینا و تمام تلاش اینه که متا این به شکل دستوریه، مثل تمام بقیه اقتصاد چجوریه؟ دستوریه، میگه فرمان میدیم قیمت ها ثابت با ما، شما رو این 4 تا نمیدونم فلان و نرخش رو فلان میکنیم میبریم بالا، این قدم یارانه بهتون میریزیم و سطحتون رو بالا میره زندگیتون. یه چیز کومیک ارقامی کنار هم قرار دادن، واقعیت زندگی. الان نماینده مجلس اومده گفته آقای رئیسی اون 4 قلمی که گفته بالا میره بقیه ثابت میمونن، الان 700 قیمت ها رفته بالا تو همین چند روز. چون وقتی شما روغن رو میبرید جز اون اقلام اصلی، خب اون شیر نیپزه روغن میپزه، اون که نمیدونم اغذیه فروشی روغن داره، اونا چجوری میتونن ثابت بمونن؟ شما با کی داره صحبت میکنید؟ یعنی اینا مثل که اصلا کسانی که باشون صحبت میکنن اصلا دارالمجانین هستن. سیاست شما از جمعیت گفتید، هم افزایش جمعیت، در واقع سیاست افزایش جمعیت، هم تشدید این طالبانیزه کردن و تشدید مقررات و به اصطلاح اسلامیزه کردن کشور توی خوب این 40 مدام در حال در واقع اجراست. توی این دوره این همه اعتراضات گسترده اجتماعی و مطالباتی هست، این همه در واقع مردم از مذهب و روحانیت و اینها در واقع تنفر دارن و دل کندن، به قول خودشون میگه که با لباس آخوندی دیگه نمیان توی خیابان، لباسشون عوض میکنن میرن، رفتاراشون حتی به گونه‌ای میکنن که بگن ما زیاد وابسته به این دولت نیستیم، به حکومت نیستیم. توی این شرایط چرا حکومت واقعا و این بنبست ها هیچ راه حلی نیست؟ هوا خراب، آب نیست، بیکاری هست، هیچ راه حلی برای چیزهای مختلف نیست. چرا حکومت اینقدر تاکید داره بر افزایش جمعیت، بر سیاست طالبانیزه کردن و به قول معروف فشارهای اجتماعی دیگه؟ چرا این در واقع این مجموعه متناقض در مقابل تمام این حرکت ها پیش میره؟ خود این هر کدوم از اینا باعث عکس‌العمل های واقعی خواهد شد. شما نان نباشه مردم برای چی میخوان بچه دار باشن؟ هزینه بچه‌شون رو چطور بدن؟ ما شاهد کشتن بچه ها هستیم، خودکشی های خانوادگی هستیم، یه چیزهای وحشتناکی که در خیلی از جهان اصلا نیست، توی کشور ما در حال اجراست، سر بچه هاشو به دار میکشه طرف به خاطر فشارهای اقتصادی و جنونی که در واقع میگیرن. اینو چگونه واقعا میشه توجیه کرد؟ ببینید جمعیت ما یه واکنشونه، این که میگه این جنبه تخریبی و آسیبه، جامعه در کلیت خودش باید در نظر گرفته بشه. جامعه به شکل مدرنم با این مقاومت میکنه، اینطوری نیست که فقط اون جنبه ها باشن. این یک نکته که حالا من وارد بحثش نمیشم که کلیت رو در نظر بگیریم. ببینید رژیم، هر سیستمی اولین مسئلهش بود و نبوده، ماندن یا نماندن. سیستم باز نیستن که، نماینده مردم نیستن که، دموکراسی در معنای واقعی که نیستن که با محیط به صلاح تعامل داشته باشن. اینها یک سیستم درون بسته از قعر تاریخ در آمده در دنیای امروز، یک معجونی از نئولیبرالیسم هار که دارن اجرا میکنن و یک تمامیتگرای تمام عیار. اونایی که یک جانبه باز رژیم رو تحلیل میکنن اصلا نخواهند تونست و نمیشه رویدادها رو توضیح بدن. نمیتونم بگم که چرا سیاست نئولیبرالیسم در این حال با دخالت حداکثری دولت صورت میگیره و تقویت این تمامیتگرا،
یعنی باید سیستم رو کاملا با تناقضا، با ماهیت وجودی، با ساخت خودش در نظر بگیری. و بعد چون این قدرت داشته و تونسته یه مثل اون چله از انقلاب بهمن که بحث من نیست الان، رها بشه با یک نوع همزاد، با یک نوع حمایت، با یک نوع همپوشانی کاذب، این همچنان داره میتازه و منتها الان رسیده اون تیره که خلاص شده به یک جاهایی که برای ماندن خودش لازم میبینه که مثلا الان ببینید نسل گسست، نسل یکی از بحرانهای وجودی رشه. گفتم با بحران وجودی مواجهه. بحران وجودی جوانه مختلف داری، یکیش همینه که الان تمام اونایی که تو انقلاب اومدن همین الان هم قدرت رو حفظ کردن و ساخت اصلی هم دست اوناست، ولایت فقیه هستی اصلیش بوده، جمهوری تنپوش کاذبی بوده، مثل حیواناتی که موجوداتی که استتار میکنن در محیط برای بقاشون. اون موقع لازم دونسته خودشو به رنگ محیط در بیاره، مثلا تنپوش جمهوری قلابی تقلبی با روکش، ولی محتوای ولایت فقیه همون روز اول تمام سیاست ماهیت اینها رو در واقع داشته باشه. و اینها الان مثلا اون موقع که بنده خدا الان با گسست نسل مواجه، یعنی آخرین به اصطلاح نیروها و کارگزاران اونها الان در رأس حکومتن و سرشون رو به خواب بذارن دیگه این عقبه قطع میشه با جامعه‌ای که در تقابل قرار داره. همینا اینا رو چنان به استراب، به چنان به اصطلاح به واکنش کنش و چیزهایی برای بقا انداخته که تمام این تلاشایی که می‌بینین مثلا چرا عقب مانده ترین آدم ها رو، بی سواد ترین آدم ها رو از این دانشگاه امام صادق برمی کشن میارن اینجا تو صحنه. بی سواد ترین ها اصلا تخصص ندارن که مسئله بیش از هر زمانی پیچیده است و احتیاج داره به کارشناسان. کارشناسان که در ایران زیادن متا غیر خودی هن الان، یعنی همین اینها باید سرسرته باشن. اینا باید این گام دومو این حکومت میخواد چه کنه؟ حکومت میخواد خودش رو متحقق کنه، همون نظامی که گفتم با این ویژگی هاست. اون متحقق کردن یعنی اینکه دولت بشه جامعه، جامعه بشه دولت، ادغام در هم بشن، یکی بشن، ولایت فقیه، دولت و جامعه. و البته اگر به سودای اینها باشه یا مالی خولیای اینا باشه بهتر بگم، یعنی جهان هم باید و منطقه هم باید همینطوری بره زیر چتر اون اسلام، تمدن اسلام. ببینید ولی داخل حالا مسئله اصلیشونه، یعنی اونجا هم تلاش میکنم اون تا این مسئله اولویت بوده نمون چون اینجاست. اینجا با گسست نسل مواجه هم باید نسل جدید پرورش بدن. به همین دلیل تصادفی نیست که این فرمانده سلام میاد رو صحنه. یکی از وجوه جهاد تبیین که گفتم همینی که نسل های جدید رو باید بیارن. حالا 313 نفر رو آوردن، ولی اون 313 نفر اون زنهاش نخودی هن اصلا وجود ندارن، چون امام زمان وقتی ظهور کنه زنی در کار نیست، همه اینا هستن رجال، همین اینا متا اینها تحت عنوان اینجور بساط سعی میکنن آخرین رمقشون رو، نیروهاشون رو، بسیجیهاشون رو جذب کنن با اینجور چیزهای واهی تو خالی، در حالی که اونا میبینن که جامعه که تو زندگی میکنن فقر، فساد، بیداد میکنه. بیلان رژیم چیزی نیست که کسی بخواد بره از کتابها در بیاره، در جامعه بیلانش هر لحظه جلو چشم هم هست. این چیزیست که همه میبینن، بسیجی غیر بسیجی نداره. اینا برای اینکه اینا تجزیه نشن، وانرن تو این دوره انتقال، همین ساختاری که میخوان شکل بدن. ولی این ساخت همونطور که هگل در دیالکتیک خودش به اصطلاح ادغام دولت، ادغام جامعه رو نهایت اون تکوین تاریخیش میدونه، در اون انتزاع خودش اینها این دولت رو در به اصطلاح با جامعه رو در حال ادغام میکنن از در خودشون دارن شکل، این آخرین زورش نه. ولی از نگاه بیرون از خود اینا نگاه کنی کاملا روشنه، یعنی اینا دارن در واقع به باد در واقع قلبی میکشن، یعنی قلب باد رو به قلبی میکشن. میگه میشه شما در جامعه امروز نسل جوان بتونید با 313 تا که آدم که اونم تازه همونی هم که خونده الان معلوم شده که مثل اون قرائت قرآن براش قاری ویژه خامنه‌ای بود دیگه، دیدیم چه تجاوزهایی کرده به اون جوانها، نوجوانان اینا، در مورد این هم همه آدم همین پرونده ها هستش. یعنی هیچ کدومشون الان دیگه اصلا اون چیزهایی که به هر حال ادعا میکنن وجود نداره، تظاهر یا دوگانگی سراپا اینا میریزه. پس بنابراین
مسئله اصلی بقا و ماندنه که این نیروها رو با این شعارها، با این تقلبها، با این دشمنسازی ها، با اسرائیل، با غیر و با همه اینا از در خودشون جمع کنن، بتونن این نهایتا این پروژه‌ای رو که تا حالا صورت نگرفته، یعنی متحقق کردن حکومت اسلامی به ولایت مطلقه فقیه که به معنی ادغام جامعه در خودشه، ادغام جهان در خودشه، در اون سودای مالی خوریایی ها که اینها این نیروها و اینا رو دارن به کار میگیرن و الان مشغولشن و امکانات یک کشور رو در خدمت این قرار دادن، پول، بودجه، ارتش، آدم، صدا، سیمار، همه چهج که هست، چون قدرت مطلقه همه اینا رو داره دیگه، کنترل کرده و کنترل میکنه، به همین دلیل همه اینا رو دست ما یه تحقق خودش. ولی این آخرین و واپسین، اون دفعه صحبت کردیم، این منزلگاه آخره. چرا؟ برای اینکه بعد از این دیگه منزلگاهی وجود نداره. شما دولت و فلان اینا وقتی تشکیل بشه، این آخرین تیر ترکشی است که داده میشه. حتی اگر این سپاهیان بیارن، همون رضا شاه حزب الله ها رو میارن، یعنی بعدشون رضا خان هایی که نظامی باید باشن، متا حزب الله هم باشن، دارن میگن دیگه. اینی که تو جامعه مثلا شعار داده میشه که فرزن حالا رضا خان، اینها هم یک بازوی دیگه از اون هستن. جامعه ما در واقع باید تناقضش و مشکلاتش و اشعار هم داده میشه، نه اینکه اصلا منکرش بشیم وجود ندارم، ولی واقعیت اینه که جامعه ما در جایگاهی قرار داره که اساسا علیه دیکتاتوری شعار میده، نمیخواد سرنگون کنه دیکتاتور رو. خب طبیعی است که بقیه مسائل باید در راستای اون مایه اصلی جنبش طبیعی تفسیر بشه. بله، نسل‌های جدیدی هستن، تصورات دارن، گذشته همیشه وقتی حال آینده و تار بشه گذشته میدرخشه، این واقعیتیه، ولی اینها حالت‌های گذراست، جنزدگی هاست، ابهامات، التقاطات که میتونه در مسیر خودش پالوده بشه، پیش بره، و اگر نشه خب یه فاجعه دومی آفریده بشه، همونطور که انقلاب بهمن ادامه مشروطه نبود، اتفاق افتاد در وجه غالبش که روحانیت گفتمان خودش رو حاکم کرد، در واقع دیگه ادامه مشروعیت نبود، این ادامه در واقع فضل الله نوری بود. چی؟ فضل الله نوری یعنی مشروعه بود که بازگشت کرد، وارد جامعه شد، این بختک بود، سیاه‌چاله بود، به این شکل اتفاق افتاد. ما تو در یک پدیده پیچیده ترکیبی خاص که حالا مورد بحث من نیست، اینها پس بنابراین برای بقای خودشون کارا رو میکنن و همه کار خواهند کرد. به اندازه ای که جامعه بتونه هر کدام اینا رو جلوش واسط قطع کنه، به همون اندازه در واقع زندگی و حیات میتونه در مقابل مرگ، در مقابل تباهی استادگی کنه و کنترل کنه. با توجه به اینکه اینها عقبه ندارن، عقبه شون باخت استراتژیکی دارن، تمام عرصه های استراتژیک باخت کردن، فقط مونده همین وضعیت موجود و تمرکز و تاکتیک، یا این نیروهاش رو جمع‌آوری کن، آخرین رمقشون رو بزنن بکوبن از در خودشون، خشونت هم به خرج میدن، شلیک میکنن، همه کار میکنن. نه یعنی این روندی که هست، یعنی خصوصا ما با یک بسیاری بر این واقفن که با توجه به این فشار کم خورد کننده که بر مردم و سفره های مردم آوردن، یک جنبش گرسنگان در حال وقوع هست، جنبشی هست که ویژگی های بسیار متفاوتی داره، در سراسر کشور هست، نان در واقع بسیاری از این مردمان رو به هم داره گره میده، یک خواست در واقع عمومی در کنار خواست آب، خواست مقابله با خشکسالی ها و فاجعه زیست محیطی و مسئله آلودگی هوا و خواست آزادی، داره این جنبش ها رو داره تا حد زیادی یک همراهی های گسترده ای رو ما شاهدیم. در این حال با جنبش اعتصابی کارگران در واقع شرکت واحد ما روبرویم که و نفت تا حد زیادی تو این دوره خودش رو نشون میده. اگر نخواهیم، یعنی سیاست حکومت رو ما دیدیم که توی آبان 98 و دیما بر یک خشونت بسیار وحشتناک، دستگیری های گسترده و خشونت گسترده ای بود که علیه مردمانی که در خیابان اومده بودن اعمال شد. تو این دوره روی کرد این حکومت همچنان اون هست، دستگیری های زیادی رو شاهدیم، پرونده سازی ها و وصل کردن به اصطلاح به دشمن خارجی و جاسوسان و پرونده سازی های نخنمایی که همه برش واقفند. در کنارش ما جنبشی داریم
که این جنبش چه روی کردی به نظرتون الان داره با توجه به این موقعیتی که هست، این چگونه این رو باید دید؟ چون ما روی کرده سلطنتی ها رو داریم که دارن باز به گذشته برمیگردند و به قول شما میخوان روح رضا شاه رو از قبرستان در واقع در بیارن، همونطور که انقلاب 57 روحانیت روح شیخ فضل الله رو بر انقلاب ایران سوار کرد و یک انقلابی رو در نطفه کشت، این بار سلطنت میخواد روح رضا شاه رو بیاره و سردار سپهی که این جنبش ها رو در واقع نابود کنه، این به اصطلاح بختک اسلامی رو عقب برونه. در کنارش فرقه های مختلفی مثل فرقه های مجاهدین داریم که بسیار بی‌ربطن به این جنبش های اجتماعی، علارغم این که برخی از این شعارهای در واقع شعارها و اعتراضات اجتماعی این جنبش ها رو مطرح میکنن، اما همه چیز به اون روح خفته خفتر گورستان ربط پیدا میکنه تا جنبشی که میخواد به جلو بره، خودش رو در نقد گذشته، در نقد مذهب، نقد سلطنت، نقد حکومت‌های آینی داره پیش میره، یک چیز دموکراسی و آزادی و به اصطلاح حکومت مردمی رو میخواد سامان بده. این رو چگونه میشه تبیین کرد، این جنبش ها رو در شرایط کنونی در پیوند با جنبش اعتصابی کارگری و جنبش گرسنگان؟ ببین، جنبش گرسنگان یا فرودستان، تهیدستان، واژه‌ای است که الان به این خیزش ها اطلاق میشه و خیزش های مشابه این در گذشته، ولی خب میبینیم که اونایی که این واژه ها رو به کار میگیرن الزاماً یک مفهوم، یک درک مشترک از این ندارن. بعضی ها اینو میخوان فقط گرسنگان فقط ببینن و مسئله رو به اصطلاح از سیاست خیلی جدا میکنن و اینها رو به اصطلاح فقط گرسنگان میبینن که گویا وارد صحنه شدن و فقط برای نان دارن، برای شکمشون، برای نان، برای حداقل به اصطلاح رویاهای زندگیشون مبارزه میکنن، اینطوری تقلیل میدن. پس بنابراین باید این مسئله روشن بشه. ببین، خیزشی اولا اینکه دو نکته مهمه در این رابطه باید توجه بشه، یکی اینکه اولا اقتصاد سیاسی داره این جنبش، یک جنبشی که کامل باشه، جنبشی که یک بعدی نباشه، و این جنبش ها محصول یه روندهای قبلی هستن به اینجا فرا روییدند. هر کدوم چه خیزش ها پیشینه دارند، چه جنبش های مطالباتی پیشینه های زیادی دارند و گسترش اینها، شعارها اینا همیشه دارن بیانیه میدن، اعلامیه، کسی لازم نیست با لبخانه مسائل درک کنه، یعنی ظن خودش رو وارد کنه به تحلیل های که اصلا ربطی ندارن. مسئله بر سر این است که خود اینها خوشبختانه بالغ و عاقل و بیانیه‌هایی میدن که گروه های سیاسی تازه باید بیان یاد بگیرن خیلیاشون که چگونه اینا جامعه خواستهاشون و مطالبهاشون مطرح میکنن. یعنی هم خواستها وچه اقتصادی داره، معیشتی داره، که هر انسانی خب طبیعی است که مسئله داره در این رابطه، این که چیز پنهانی نیست. منتها اگر فقط فکر کنن این هست، رژیم اصلا کاری به سر ندارن به سیاست، به سرنگونی، به رؤیاهای بزرگ، به خصوصی سازی ها. میبینیم دیگه تو بیانیه ها، ما چرا چشمی رو باید ببندیم؟ این همه بیانیه ساده شده برایش زندان میرن. خب رژیم زندان میکنه، اونهایی که سانسور میکنن اونا چی میکنن یا نادیده میگیرن؟ اینا تو کارگره خودشون دارن میگن کودکان کار، آموزش خصوصی نباید بشه، نمیدونم مسئله کارخانه ها به این شکل مصادره شده، همه اینا رو نقد میکنن. بعد کالاسازی رو در دانشگاه، در بیرون دانشگاه مطرح میکنن. ببین، همه مطالب یک مجموعه هست، مسئله حجاب، مسئله جنبش ها، مسائل دیگه که اونا دارن، همه اینا تو اینا میاد مطرح میشه. این واقعیت است که کافیست ما اینا کنار هم قرار نه در یک بیانیه های بسیار متعدد. خیابان چجوری اشغال میشه، شعارها، حتی استعفای وزیر، استعفای دولت، همه اینا اینجا مطرح میشن و افشاگری میشن. پس بنابراین سیاست که به قول معروف جنگل از پشت درخت ها ببینیم، مثلا میبینن که میگن در مورد مثلا سپاه میگن که حکومت سپاهی نمیخواد، همون موقعی که در مورد نان معیشت قیام میکنند. پیوند سیاست، خواستها
به طور مشخص خواستهای سیاسی، خواستهای اقتصادی، خواستهای اجتماعی، خواستهای جنسیتی، محیط زیستی، افغان ها یعنی تبعیض هایی که تو جامعه ما هست، دیگران هستن، خب اینها همه مطرح میشن. یعنی نیروی کار وقتی مطرح میشه میبینی که رژیم از اون سو استفاده میکنه برای بخش های دیگه. همه اینها میبینیم که در حوزه های گوناگون، در مسائل گوناگون مطرح میشن. پس بنابراین پیوند نان و آزادی، ولو اینکه این هنوز باید تفهیم پیدا کنه، مثل هر پدیده ای یک بار با عالی ترین شکل که وارد صحنه نمیشه، که در تجربه زندگی، در درس آموزی جنبش ها پیش میرن. ولی خب گذشته و حالا رو آینده رو نگاه کنیم، خب این مسیر داره طی میشه و به سمت اینطوری. پس بنابراین اونهایی که وارد میکنن در واقع یک نوع سانسور میکنن جنبش هایی رو که دلشون میخواد، گزینشی برقرار میکنن. این یک مسئله. دوم این مسئله ای که بسیار مهمه، ببینید ما در جامعه خودمون چون سرمایه داری، در این حال که دولت اینطوری به اصطلاح ارتجاعی هست، مذهب و اینا رو تبدیل کرده به مانیفست خودش، زنان، حجاب، همه اینا رو، در این حال که همه اینا هست، ولی در این حال به عنوان یک موجودی اقتصاد سیاسی امروز زیر پاش قرار داره، رون تکیه داره. یعنی همین اقتصاد سرمایه داری نولیبرالیستی جهانی که در ایران پیاده شده، ولی خودش که چیزی نداشت و نداره و نمیتونم داشته باشه. چرا؟ برای اینکه آخرین فرماسیونی که بر جهان حاکمه اینه، امروز در این صحنه این وارد شده و سعی میکنه در تعامل، در درگیری با او هم مثل یک انگل بر بدن او سوار بشه، بهره گیری کنه، هم در واقع خدمت کنه. یعنی هر دو حالت رو پیش میبره، چون اگر نکنه نظام استخوستش اونه و این از بین میره خودش. کسی که سوار امروز وارد صحنه سیاست میشه، مجبور سوار اون بشه، به معنی انگلی بر اون پیکر عمل بکنه و میکنه. پس بنابراین ببین این مسئله بسیار مهمه که سرمایه داری حاکم شده در جامعه و بیمهابا و اونم هارترین شکلش اتفاق میفته. این یک واقعیت وجودی است. به همین دلیله که چون نئولیبرالیسم شرایط خاص، سرمایه داری خاص، کارگران موقت و تبدیل کردن تضاد کار و سرمایه، تضاد کلیت سرمایه با جامعه، اینها در سطح جهان، در سطح ایران به شکل حادتر اتفاق افتاده و میفته. حالا البته لیبرال ها سعی میکنن سوار همین موج بسیار حذف نرخ ارز بشن که داستان خیلی جالبی داره برای خودش که خارج از بحث منه، ولی اون چیزی که بحث الان مشخصا مربوطه باید بهش کانونی کنیم، درنگ کنیم، اینه که ما یک پرولتاریای اجتماعی داریم، یک پرولتاریای مطالباتی، میشه تحت عناوین گفت. بعضی ها میگن بی طبقه داریم، کارگران بی طبقه، میشه همه اینا مهم نیست. واژه ها مهم فعلا در درجه اول، قبل از اینکه رعوا بکنیم رو اسامی، رو محتوا توافق بکنیم، یعنی ببینیم که عینیت وجود داره. بخش هایی هستن تو جامعه ما هنوز ساختارها هستن، کارفرمایی هست، مزدی هست، ولی اینکه کفاف نمی کنه. معلمان مجبورن هم اسنپ داشته باشن، هم شغل معلمی دون اصلا کفاف نمی کنه، و همینطوری بقیه شغل هایی که اصلا حساب کتاب نداره، ولی خب بعضی ها تو کارخانه ها هستن، جاهای مختلف هستن. یعنی ساختار در هم آمیخته است، چون نئولیبرالیسم کار رو در واقع بی ثبات کرده، بی ثبات میکنه. سرمایه داری جامعه رو اشغال میکنه. در وقتی سرمایه داری جهانی میشه، اشغال میکنه جامعه رو، ما پدیده به نام پرولتاریای اجتماعی پیدا میشه، پرولتاریای اجتماعی. البته بعدا میشیم این نظر بیشتر صحبت بکنیم، ولی من فعلا تکرار میگم برای اینکه کل وضعیت این مقدار تصویر روشن بشه. در جامعه ما هر پرولتاریای اجتماعی وجود داره. یعنی یکی از این اعتراضات، بعضی هاشون شعارهای خیلی جالبی میدن به این معنی، یعنی همه چیزا میدونی که این شعارها میاد جالب، نه کارگریم نه کارمندیم، یعنی حتی افتخار کارمندی کارگر بودن ندارن. اینا نسلهایی هستن که اصلا شغل ندارن. جامعه چنان به صلاح نظام، حکومت، سیستم، مناسبات به اینا نه آینده دارن نه شغل دارن. اینا امروز سرشون میذارن از خواب یا بیدار میشن از خواب، باید ببینن چه شغلی داشت برن، کجا برن، تنفروشی برن، ماشین رو به صلاح امروز از اینجا به اونجا برانن، مسافر گیر برن، حالا تاکسی هم ندارن، ولی چجوری، کجا بخوابن، پشت بام بخوابن، زیر زمین بخوابن، هزار جور مسائل، اتوبوس بخوابن. ببینید مسائل جامعه ما که بحران اینقدر حاده، شکاف اینقدر حاده، اینقدر فراگیر از نظام به صلاح همه جا رو شخم زده،
در یه چنین شرایطی یک پرولتاریای اجتماعی داریم که مستقیم وقتی میاد تو خیابون کارت بستخانش میرسه در همین خیزش های قبلی مستقیم شعار سرنگونی میده، مرگ بر اشتباه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، کاملا اینها رو روشن میکنه. چون اینا چیزی ندارن ازش دفاع بکنن، وجود نداره. همون شعاری که پرولتاریا چیزی ندارد جز خودش، استثماری که بعد علیش به جنگه. در مورد این بخش های از لایه ها این اتفاق میفته، این خیزش ها میبینیم. ولی بخش های اصلا جنبش های مطالباتی داریم که زیر فشارن، همچنان اونها هم شدیدن به یه سمتی رانده میشن که بیکار میشن به همین سمت، یعنی همه مشرف میشن به همین خیابان، داریم میبینیم. ولی در این حال جامعه وجود داره، این اقتصاد به این نابودی از بین نمیره وجود داره. اینا هر کدوم شیوه های حرکت خودشونو دارن. در این حال سمت و سوهای کلی هم میتونه کاملا یکسان باشه هدف ها. پس بنابراین پیوند این بین این دو بخش پرولتاریای اجتماعی، پرولتاریای مطالباتی که هدف های مشترکی دارن و دوایر متداخلی دارن و دائما هم دارن به هم نزدیکتر میشن، از جمله کنشگری در خیابان، تصاحب خیابان، بازپسگیری خیابان، در دو کنشگریشون محل واحدی میشه، از جهات مختلف به هم میرسن، چون سیستم زیر پای همه رو داغ کرده و ایرانی رو فراگیر کرده، فقر رو فراگیر کرده، همه اینها رو میرانه. بس بنابراین اینجا شعارهایی که باید خیلی ها این وسط قاطی میشه، نمیدونم اینو در مقابل اون قرار میدن، آشفتگی ایجاد میشه، نمیدونم این زیر طبقه است، اون نیست، این هست، اون نیست. ببین اینا همه در یک کلیت واحدی در جامعه سرمایه‌داری امروزی با مسائل امروزی، با نگاه‌های امروزی کاملا میتونن گردان‌های مختلف جنبش تهیدستان، فرودستان، کارگران، زحمتکشان بشن با هدف‌های واحد که ما بعد در این جهت بتونیم کار بیشتر بکنیم و هرچی شکاف ها از بین بره و اینا منسجم تر بشه و یه تئوری نظری بتونه اینها رو توضیح بده، و همون اندازه رژیم در حالت مثلا تدافع بیشتری قرار میگیره، نمیتونه از این شکاف ها وارد بشه، برگیری بکنه و بتونه به اصطلاح خودش رو، اسب خودش رو برانه. این یه واقعیتیست که در این رابطه هست. حالا اگر فرصت شد می‌خواستم این کنار در مورد ترورها صحبت کنم، ولی نمی‌دونم فرصت هست یا نه. متأسفانه نیست، ولی اگر کوتاه باشه صحبت کنیم یکی دو دقیقه‌ای میشه، دو دقیقه‌ای میشه صحبت. نه لازم نیست دیگه صحبت. آره ما دو دقیقه مشکل اون چیزایی که می‌خوام بگم. ما این رو می‌ذاریم برای برنامه آینده چشم‌اندازها، چون مسئله این ترورها و نوع واکنش‌هایی که در این ارتباط هست به نظر می‌رسه بسیار بسیار مهمه، خصوصا در این دوره، و طبعا بسیاری از این ترورها در خدمت در واقع تشدید سرکوب و تشدید پلیسی کردن شرایط جامعه ماست که قطعا بپردازیم. درود بر شما و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به برنامه چشم‌اندازهای این هفته توجه کنید.